خاطرات یک زندانی از بازداشت تا اخراج از زندان. قسمت 23. غروب پنجشنبه 4 مهر 98. ورود به زندان وکیل‌آباد بعد از 45 روز. که از اطلاعات مجدداً مرا به بند 5 آوردن، همان 4 نفر که روز 20 مرداد آنجا بودند هنوز هم بودند و در 10 مهر یکی از آنها رفت. در 15 مهر نفر بعدی و تا بهمن هر 4 نفر آزاد شدند. یک نفر دیگر را 16 دی آوردند و 26 بهمن او هم آزاد شد. تا 6 فروردین که در بند 5 بودم، افرادی که آنجا بودند محکومیتشان غیر سیاسی بود. روز 20 مرداد که مرا به زندان بردند، در بند 5 خانمی بود 74 ساله. گفت من در سال 65 به استخدام زندان در آمدم و در 95 بازنشسته شدم و اکنون 1.5 سال است که مشکل مالی دارم و به عنوان یک زندانی آنجا بود، ولی مانند یک زندانی با او برخورد نمی شد. مرتب از غذای پرسنل برایش می آوردن و هر شیفتی که می آمد سر کار در هر 24 ساعت می آمدن برای احوال پرسی و چند دقیقه پیشش می نشستن و خیلی از اوقات که مامورین به دیدن حاج خانم می آمدن با او صحبت های خصوصی و در گوشی هم داشتن و تمام زندان او را به نام حاج خانم می شناختن. هر زندانی که به بند 5 می آوردن جرمش هرچی که بود بسیار با محبت با او برخورد می کرد. کل مساحت بند 5 5 متر در 7 متر بود با 3 ردیف تخت 3 طبقه. فقط 9 عدد تخت داشت و اگر افراد بیشتر می شد باید کف می خوابیدن. گفتن در سالهای قبل بند 5 مخصوص باهائیا بوده و آنها از پول خودشان وسایل زیادی خریداری کرده بودند و در سال 97 دهه فجر به تمام آنها عفو داده بودند و زمانی که آنها آزاد شده بودند کلیه وسایل را در بند 5 گذاشته بودند برای استفاده افرادی که بعداً به آنجا می آورند. تعدادی صندلی برای نشستن، چارپایه برای بالا رفتن از تختها، چند عدد میز مطالعه، تعداد زیادی جالباسی، 1 عدد رختاویز، یخچال و انواع ظروف، تعدادی پتو و ملافه. هر کس که می آمد فقط 1 عدد فلاکس می خرید. از این میزهای مطالعه یکی که پایه‌های بلندی داشت حاج خانم کنار دیوار گذاشته بود و برای غذا خوردن و نماز و مطالعه از این استفاده می کرد. 2 عدد صندلی هم یکی رو به قبله و یکی پشت به قبله در 2 طرف میز قرار داده بود و روز در میان یک خانمی را از بند 2 خواسته بودیم که می آمد و بند را جارو و سرویس ها را می شست و به طور ماهانه مبلغی را به حسابش واریز می کردیم و باز میز و صندلی های حاج خانم را هم به همان حالت می گذاشت و می رفت. وقتی فرد تازه واردی به بند می آوردن، حاج خانم از او می خواست که روی صندلی رو به قبله بنشیند و خودش همیشه روی صندلی پشت به قبله می نشست. روی میز برای تازه وارد چای و بیسکویت و یا میوهی می آورد و بعد شروع می کرد که شما برای چه جرمی زندان افتادی و این برنامه را برای تمام افرادی که در بند 5 بودن اجرا می کرد. حدیث، قرآن، اینا براش خیلی می خوند و بعد خاطره هم خیلی تعریف می کرد. هر زندانی که میخواست بره دادگاه حتما برایش مقدار بیسکویت داخل پلاستیک فریزر میگذاشت و میخواست که با خودش ببرد. از صندلی رو به قبله فقط زمانی که میخواست نماز بخواند استفاده میکرد و در بقیه 24 ساعت زمانی که بیدار بود از زندانی ها میخواست که بنشینند و با اونها صحبت میکرد. برای من هم حاج خانم وقت زیادی گذاشت. در ابتدا که کاملا بررسی کرد که من کی هستم و چرا به زندان آمدم و بعد خیلی دلیل آورد که نمیشه کاری کرد و شما هم نمیتوانی کاری بکنی چون این نظام خیلی طرفدار داره، که همیشه من با شوخی و طنز میگفتم چند سال پیش فیلمی را دیدم که در سال 58 روز رفراندوم به اصطلاح رأی به آری و نه به جمهوری اسلامی بود که یک نفر پای صندوق رأی از تربت جام میگفت هرچی منورگم ورگم ما به جمهوری اسلامی رأی میدم، هرچه منورگم ورگم من جمهوری اسلامی را نمیخوام. و در 3-4 ماه اول هم
خودش و هم از افرادی که آنجا بودن دائم میخواست که با سپهری صحبت کنید داره اشتباه میکنه و همیشه حرفهاشو گوش میکردم و زمانی که یا کاری داشتم و یا خسته میشدم با صدای بلند میگفتم هرچی من ورگم ورگم، من جمهوری اسلامی را نمیخوام و پام و یا میگفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد، که میگن یه نفر میره که پیش یک نفر غیر مسلمان تا آیین جدید رو بهش آموزش بده، در آخر تعلیماتش که میرسه برق قطع میشه و یه همونجور ادامه میده، بعد دیگه تموم میشه و برق میاد و تا برق میاد طرف با صدای بلند میگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، و من این رو دائم تکرار میکردم. حاج خانم خیلی میامد تلاش میکرد، میگفت و من آخر با همین دو تا جمله که یا من جمهوری اسلامی رو نمیخوام هرچی من ورگین ورگین، یا مثلا یک صلوات، بلند میشدم و تموم میشد. ولی حاج خانم همچنان مصر بود که شما برگرد به خانه تو، زندگی خودتو داشته باش. و 16 خانمی رو آوردن که گفت من از طریق گوشیم فعالیت میکردم که اطلاعات من رو پیدا کرده و یک ماه اطلاعات بودم. ابتدا 7 سال زندان گرفتم، اعتراض کردم، به من گفتن اعلان براءت و پشیمانی بکنی برای تخفیف میدیم، قبول کردم. از من خواستن که باید کتبی بنویسی. خودش میگفت که اطلاعاتی ها میگفتن و من مینوشتم، حرفا و نسبت های خیلی بدی را به خودم نوشتم. 7 سال شد 2 سال، باز هم اعتراض کردم که پاسخ دادن که این 2 سال را باید بکشی و زندان بری. چند روز اول کمتر، ولی بعد از حدود 1 هفته که آنجا بود بسیار پشیمان شده بود و حاج خانم از او کمک خواست که تو سپهری را راضی کن که اعلان پشیمانی بکند. او هم بنده خدا سعی خودش را کرد و دائما بحث میکرد که آره جای ما اینجا نیست و ما باید بیرون بریم تا بتوانیم کاری بکنیم. و من همیشه میگفتم امیدوارم وسیله آزادی شما فراهم بشه. و در مدت 40 روز دائم میگفت اگر آزاد نشم من میمیرم. روز 26 بهمن بود که مأمور آمد درب بند را باز کرد و گفت خانم فلانی شما آزادی. زمانی که میخواستن کسی را بخوانن برای آزادی از نگهبانی پیج میکردن، ولی در ساعات سکوت که هر روز بین 3:30 تا 5 بود میامدن این ساعت داخل بند این خبر را میدادن به زندانی. و لحظه ای که مأمور آمد و گفت فلانی شما آزاد هستی، همون حدود ساعت سکوت بود. چنان داد و فریاد راه انداخت از خوشحالی که تا مدتی تمام افرادی که اون صحنه را دیدن تعریف میکردند و میخندیدند. خدا نگهدارش باشد، تا مدتی باعث خنده افرادی که اون لحظه را مشاهده کرده بودند شد. بهمن 98 بخشنامه آمد، افرادی که حکمشان قطعی شده به مناسبت 22 بهمن برای هر سال محکومیت اگر 25 روز زندان بودن میتونن آزاد بشن، که شامل حال این خانم شد و به سلامتی رفت روز 26 بهمن.